همینطور با سارا آشتان کیلو روزنامه نگار آزاد در خارکیف هم حرف زدیم. او هم به ما گفت که ارتش روسیه عمدن خبرنگاران و روزنامه نگاران رو در اوکراین هدف قرار میده. جایزه پولیتسر برای روزنامه نگاران اوکراینی به نظر من نه فقط برای روزنامه نگارانی که الان اینجا دارن کار میکنن، بلکه برای کسانی که در طول جنگ هم توسط ارتش مهاجم روسیه کشته شدن اهمیت داره. من الان حدود 70 روزه که در اوکراین هستم. همون جوری که میبینین الان در خارکیف هستم و جنگ در حومه شهر ادامه داره. پشت سرم پناهنده ها هستن. اون چیزی که من شاهدش بودم اینه که روسیه عمدن روزنامه نگاران را هدف قرار میده. یعنی پوشیدن جلیقه و کلاه خود و لباس مخصوص خبرنگاران خطرناکه. برای همه من فقط کارت خبرنگاریمو با خودم همراه دارم و هیچ جور دیگه خودم رو به عنوان روزنامه نگار هدف سربازان روسی و تک تیراندازانشون قرار نمیدم. من روزنامه نگار آزادم و اومدم اینجا که جنایات جنگی در اوکراین رو مستندسازی کنم و کتاب تازم رو درباره پناهجویان جنگ بنویسم و همینطور برای یک بنیاد به اسم LGBTQ Nation در آمریکا هم مقاله می نویسم و الان روی جنایات جنگی توسط ارتش روسیه در اوکراین تمرکز کردم و الان هم در خارکیف هستم که جنگ همچنان در هومش به شدت ادامه داره. And I've turned my attention to documenting the war crimes.